دوستان سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما همراهان همیشگی کانال آزمایشات جذاب. من دکتر میثم رحمانی هستم، متخصص شیمی صنعتی و کاربردی. امروز هم با یه آزمایش، یه آموزش دیگه، یه آموزش جذاب دیگه از مجموعه آموزشات و آزمایشات جذاب کانال خودتون در خدمتتون هستم. امروز میخوایم با هم به کمک هم و به همراه هم بمب دودزای رنگی رو در رنگ‌های مختلف با هم سنتز کنیم. با ما، با کانال خودتون، کانال آزمایشات جذاب همراه باشید. خب، برای تولید بمب دودزای رنگی ابتدا ما یه چند تا قالب نیاز داریم که من لوله گازی شماره 2 رو دادم، برش دادن به این ابعاد و از اینها استفاده میکنم. میام با استفاده از فویل ته تک تک اینها رو میبندم و مسدود میکنم به این حالت که وقتی مواد پودری رو داخلش میریزیم از تهش نریزه، به این حالت به صورتی باشه که بتونه به صورت عمودی بیسته. من رو 3 تا رنگ براتون آزمایش انجام میدم. شما میتونید روی رنگ های زیادی این آزمایش رو تکرار کنین و انجام بدین. خیلی مراقب باشین که این به صورت کاملا عمودی بیسته، وگرنه دچار مشکل میشین موقع آزمایش. این هم سومیش، این یه مقداری فکر کنم کجی از خود لوله بود. خب، برای تولید بمب دودزای رنگی ما مقداری نیترات پتاسیم نیاز داریم، مقداری کلورات پتاسیم، یه مقداری گوگر، یه مقداری رنگدانه. اگر رنگدانه یا پیگمنت در دسترس نبود، شما میتونید از مداد شمعی یا پاستل هم استفاده کنین. مواد لازم برای تولید 100 گرم از بمب دودزای رنگی اینا هستن: 50 گرم نیترات پتاسیم ما نیاز داریم، 50 گرم ده گرم کلورات پتاسیم نیاز داریم، 50 گرم. روش‌های مختلفی برای تولید بمب دودزا احتمالاً دیدید و داخل خود یوتیوب یا جای دیگه هم موجود هستش. فرق این آموزش من با آموزش سایرین این هست که اینا رو ما به صورت تجربی خودمون درست کردیم و برای اولین بار نیستش که داریم تست میکنیم. خب، 10 گرم هم شد کلورات پتاسیم، 2 گرم گوگر. این کاری که من دارم انجام میدم کار درستی نیست که قاشقک یا اسپاتول این موادی که استفاده کردم بزنم داخل مواد دیگه. خب، چون این مواد من به صورت صنعتی هستن و آزمایشگاهی نیستن، موردی نداره. و 40 گرم هم شکر.
شکر اسم دیگرش یا اسم علمی ساکاروز هست دوستان، که به صورت بلورهای خیلی ریزه. 25 گرم. این هم الباقیش. خب ما این مواد رو کاملا با هم آسیاب میکنیم. نیترات پتاسیم وقتی در معرض رطوبت قرار میگیره حالت کلوخه به خودش میگیره و یه مقداری سفت میشه و موقع آسیاب مثل من اینجوری به مشکل برمیخونیم، پس بهتره در ظرف رو کاملا ببندیم. مواد باید کاملا با هم میکس بشن تا یه پودر یه نواخت داشته باشیم. بشه پلاستیکی من یه مقداری عمیق هست، دست من هم به خوبی نمیرسه داخلش برای پودر کردم، ولی خب تلاشم میکنم که کاملا یه پودر یک نواخت تشکیل بشه. این تقریبا حالت پودر یک نواخت به خودش گرفته، یالا یه مقداری کلوخه روش هست و مجدد اینا رو آسیاب میکنم. کفایت میکنه. من اینو تقسیم بر 3 میکنم برای ریختن داخل قالب هامون. خب تقریبا 20 گرم از این ریختم و میام برای اولیش از پیگمنت آبی استفاده میکنم. پیگمنت آبی هم تو آزمایشات قبلی استفاده کردیم برای ساخت مداد شمعی. اینو کاملا هم میزنیم رو همین کاغذ. ببینید مقدار پیگمنت دست خودتون هست، اگر کمتر بزنین خب رنگ ملایم تری میده دودتون، اگر بیشتر بزنین خب مسلما دودتون پر رنگ تر میشه، ولی خب مهم این قسمتشه که این کاملا با هم میکس بشه، یعنی پودر یک نواختی داشته باشیم. داخل یکی از این قالب ها میریزیم، یه مقدار فشردهش میخونیم.
و الباقیش. خب این اولیش. دو تای بعدی رو من میخوام با مداد شمعی درست کنم پیگمنتاشو، با استفاده از یه دونه رنده کوچیک، رنده سیرم بهش میگن. اینا رو میام و حالت پودری بهش میدم. در اکثر آموزشاتی که برای بمب دودزا گذاشتن معمولا اومدن از این روش استفاده کردن، یعنی اومدن مداد شمعی یا پاستل رو پودرش کردن و به عنوان پیگمنت استفاده کردن. هیچ کدوم از این مواد مشکل سمیت ندارن، به همین دلیل من از دستکش استفاده نکردم. خب از پودر یه نواختی که درست کرده بودیم روی پیگمنت قرمزمون هم می‌ریزیم به اندازه کافی، همون 20 گرم. اوکی. اینو هم کاملا میکس میکنیم. دوستانی که برای اولین بار هست دارن کانال ما رو مشاهده میکنن و اگر به این نوع آموزشات و آزمایشات علاقه من هستن، سری به سایر ویدیوهای کانال ما هم بزنن و در صورت تمایل کانال رو حتما ساب کنن تا سایر آزمایشات و آموزشات ما رو از دست ندن. دوستان و همراهان همیشگی هم لایک گذاشتن و کامنت گذاشتن فراموش نشه، در نظرسنجی ها شرکت کنید. اکثر این ویدیوها رو من بر اساس علاقه شما تهیه میکنم و تدارک میبینم، پس لطفتون رو از ما دریغ نکنید. این هم کم کم حاضره و میریزیمش داخل قالب بعدی. مجدد فشردهش میکنیم. میریم رنگ بعدی، رنگ سرد.
این هم از تقریبا با هم میکس شد و میریزیم داخل قالب سوم. چون من از کلرات استفاده کردم داخل این بمب دودزا، بهتر این است که در فضای باز انجام بشه، چون گاز کلور آزاد میکنه و برای تنفس همچین جالب نیست. خب بریزم داخلش اضافه شو. یه مقداری خلوت کنم میزو، بعد بریم برای آزمایش.